صحبتی هست چه کسی میخواد صحبتی؟ کوچیک حالا اصلا تعریف نیست، چیز واقعی هست. کامی از بچه ها تعریف کرد سعیده به نوبه خودش سمت چوی کشید من مثلا به هاشوی راست به واقعیتش اینه که رامین اگر نموشون من فکر میکنم اصلا گوشش مسیح به اون صورت نمیشه. جایی بودش که رامین میرفت مثلا گوشش اون برج سنگی و بعدش اون برج در واقع یخی برخی که میزنه که نام یخی رسیدی یخی تو شما بود واقعا دل جرات خاصی میخواستش که من خودم به شخصه با رامین هم گفتم بعد از رفتن بایسه دارن اون برج برخیش بودم اگر خود من شخصا بودم نمی کردم حالا رامین زحمت کشید اون دل جراتشو داشت حالا نه اونجا اونجا چون درمان میشه گفت گل سختی مسیر رو بود که این کاری کرد فکر کنم نه من چون ما بچه ها فکر نمی کنم که این کارو میکردم قطعا نمی به قول رضا نفر دوم هم تو تنم سقوط نمی کرد واسه هم یه سعادتی بود با کسی مثل رامین هم تنم بودم تعریفش رو تو ایران زیاد شنیدم و بچه ها ولی اینکه با خودش باشم و بودم یه تجربه بود باسم امیدوارم که ما هم بتونیم یه روز دل جرأت آرامین رو داشته باشیم از این کاری که از دستمون برمیمد کرد کار رضا خیلی برحال میگم تعریف نیست چون با آیت کمی بچه ها میده یه حالا دیده فیلم شما نخواهند قضاعتش بکنم که حضور رامین حالا درسته بعضی وقتا من خودم شخصا ترقی هایی دیدم ازش فکر میکنم که همون قضیه چون معلم بود است باید مختنم بشوریم من خودم اینطوری هم از بچه هم یعنی بچه ها فکر کنم طرز فکرشون همین باشه حضور افرادی مثل خود شما آرامین مسئله فنی تصمیمی که میگرفتن آسایی در تجربیاتی که تو ارتفاع داشتن حالا خیلی کمتر استفاده شد تو این برنامه حسین بخاطر زحمتی که کشید اما وجود هم که میگه اصلا تاج سر ما میتونه خراب شده از آقایدین هم که دیگه همه بچه ها اصلا میدونه دجوری مختلف دست اون درده کن من خیلی توی جمعای شما گفتیم که انتقادات رو مطرح کنیم توی جمعای ایرانی حقیقتش من تو بیان داره خب از ایران دور بودم این بیشتر به چشم میکنم مقدار زیادی توی جمع مسائل به تعارف و به تمجید و فلا اینا میگذره بعد بچه خودش رو گرگر زیاد میکنم یعنی اون صراحت متاسفانه توی ایرانی کمتره حالا به هر دلیل من توی خود برنامه خیلی متوجه شدم و الان در مورد مهارت‌های فنی رامین هیچ شکی ندارم وقتی هم که با امید ما روی تیغه حرکت میکردیم اینو من بارها با امید گوش زد کردم گفتم بابا عجب کاری شما کردین تو رامین کنه اصلا این مسیر واقعا ریسکایی که در بر داشت و خطرهایی که در بر داشت واقعا میشد شجاعت خاصی میخواست طی کردنش و روی مسیر رو تموم کردن جایی که فرانسوی ها یعنی جایی که فرانسوی ها دیگه بریده بودن در واقع تیم ادامه داد و رفت جلو ولی یه سری چیزهای مشخصا را میخوام مستقیما بگم اینی که در مورد ارزیابی من بارها و بارها متوجه شدم به عنوان یه سرپرست شما در ارزیابی انرژی بچه ها کاملا اشتباه میکرد یعنی اینا رو بچه ها رو من میدیدم که آماده نیستن انرژیشون در سطحی نیست که برم بالا میرم بالا بعد تأخیر رفته برمیگشتم من اینو خودم مشخصا دیدم توی بچه ها حالا نمیخوام انگوش بذارم یعنی مثلا یه روز بعد از ظهر برفی یه دفعه مثلا گفتی بچه کولاتو میبندیم بریم بالا بچه کولا رو بستن رفتم بالا روز بعدش برگشتم پایین بدون این چیزی که انجام داده باشم یه روزی که حسینینا میامدم یه دفعه بچه ها خسته شما وسایلتون دست گرفتین که بریم بالا اینه تو را بودن داشتم میادم پایین کاری از پیش برده نمیشد حالا نمونه ها زیاده متوجه شدم یه وقتی حسین آقا اینا داشتن میمدن پایین حسین و امید و اینا توی طرف های دپو بودن
شما می‌خواستین اکسیژن ببرین توی راه بهشون برسید. مشکل چی بود؟ مشکل همون روزی بود که بچه‌ها رضا و افشین خسته و کوفته بودن، کاری هم اکسیژن هم توی اون مرحله دپو کاری برای بچه ها نمی‌کرد، برای حسینی ها نمی‌کرد. شما می‌خواستین وردارین اینا رو ببرین بالا که بعضی هوا هم زیاد خوب نبود. که من با آقای بابازاده مطرح کردم، حالا شما نمیدید با آقای که آقای بابازاده اومد بیرون گفتم شما کجا داریم میرید که خود داریم میبریم داریم این بالا چیکار کنیم. به هر حال یه سری قضاوت ها همین در مورد سرپرستی، در مورد تخمین انرژی بچه ها اینا شما در نظر نمیگیرفتید، فقط میگفتید بریم. و این نتیجه شو به نظر من توی اون مرحله آخر تیم حمله که با به سمت مثلا 7000 حرکت کرد و بعد رضا و افشین برگشتن، این دقیقا خودش نشد. انرژی تحلیل رفته بود، تخمین انرژی و توان مثلا تخمینش غلط بود که به اون منجر شد. شما خودت توی 7000 متر پوله 25 کیلویی برداشتید ساعت 12 شب را بیفتید. یه سری چیزایی رو ببینیم پشت تیم نمیشه فقط گفتش که برای کار تیمی هر کاری میکنیم. یه سری واقعیت هایی هستش که باید رعایت کرد. بعد دیدیم که یعنی نتیجه چی شد. اینو من فقط به عنوان یه چیز انتقاد دوستانه دارم میگم، نه اینکه مثلا بخوام چیز نکته منفی رو بکشم بیرون فلان اینا. ولی تو تجربه بعدی این باید تصحیح بشه اگه شما میخوای از 7000 تا 7500 تا 8000 بری بالاتر. همین نکته رو فهمیدم. یعنی نمیخوام بحث بسنم به قول آقای که من از بحث رو شخصی کنم. و اون قسمت هایی هم که تو رو میگی من فقط به خاطر خودم تصمیم میگرفتم توی گروه، اون شبی که ما توی کمپ بودیم که من گفتم که انرژیمون امروز خوب نیست، بهتره صبر کنیم یک روز استراحت بکنیم، من و پوریا اونجا با هم بودیم. خیلی روراست بگم پوریا در نمیاد پشت بیسیم صحبت کنه بگه منم انرژیم کمه، ولی با جفتمون ضعیف بودیم اون روز که بریم بالا. روز بعد استراحت کردیم، تونستیم برسونیم بالا و اومدیم کمپ میانی، باری که داشتیم گذاشتیم و برگشتیم. یعنی یه مقدار به استراحت اشاره به جزئیات. بچه‌ها خیلی ممنون هم خودم از جمع‌بندی جلسه استراد جمع‌بندی ولی تقریبا این اتریس هم که همه مهمی به ادامه کار حالا مسئله پیش اومده اگه کسی نمیخواد در جمع مطرح کنه یا همون چیزی که سیدم گفت من بهش منتقلم ببینیم مثل پیر زنان نشیدیم بر کنیم بعدا ما تمام صحبت همون صحبتیه که امروز کردیم در هر جایی که باشه من خواهش میکنم اگه کسی نظراتی داره موارد خاصی به نظرش میاد که دوست داره تو جمع مطرحه اینو به صورت کتبی برای من بنویسه. من یکی واقعا احتیاج دارم به مثلا که ایبا رو رفع کنم، هیچ ایبایی هم نداره. همون جور که شما اولین چیزی به اصطلاح تجربتون بود برای گشایش یک مسیر نو اونم توی مندر اینا، برای خود منم همین مسئله بود به نحوی دیگه. سر سرپرستی من خودم خیلی چیزا رو یادداشت کردم برای خودم که نقایص چی بود. من امیدوارم شما توی این دامنم کمک کنید.